در اوایل انقلاب اسناد و مدارکی رو که از کمیته مشترک ساواک و سایر مراکز دیگه ساواک جمع‌آوری می‌کردن می‌آوردن در یک اتاقی در طبقه دوم مدرسه علوی که خمینی اونجا محل استقرارش بود و در اون اتاق دارن نگهداری می‌کردن و همه هم‌مقام می‌شدن بود که هر چه سریع‌تر و کامل‌ترین اسناد رو در اونجا جمع‌آوری بکنن. آخوندها اکیپ‌هایی رو سازماندهی کرده بودن که اینا می‌رفتن تو مراکز مختلف و این مراتا رو و این اسناد و مدارک رو جمع می‌کردن و می‌آوردن در این اتاق. خاطرم هست که یه بار از اونها سوال کردم که علت این که انقدر حساسیت نشون داده میشه سر این مسئله چیه، که گفتن اینها اسناد و مدارکی است که میتونه اگر دست مخالفین بیفته مورد سوء استفاده قرار بگیره. مسئول این اتاق آخوندی به نام ربانی شیرازی که حتما میشناسید، بعدم که تصادف کشید و به شدت ضد انقلابیون مجاهد بود، خیلی روی این اسناد کنترل داشت، چی دست خودش بود و حواسش بود که سندی از این اتاق خارج نشه. یک بار خاطرم هست که دیوش مراجعه کردن گفتن این میزان اسناد از کمیته مشترک رفته، که سوال کرد که چی برده، گفتن که افراد و گروه نفراتی که توسط پدر طالقانی فرستاده شدن این مدارک رو بردن و بردن خونه پدر طالقانی، که فراموش نمی کنم در لحظه همونجا با فریاد با کلماتی که شایسته خودش بود